فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قاف از سقز پرسیدن که چرا قسم دادن الله به مخلوقاتش حرام است؟ چرا الله در قرآن به مخلوقاتش قسم یاد کرده؟ قسم دادن الله متعال یعنی این تعبیر واقعا یک تعبیر بسیار سنگینی هست. ما میدونیم الان مثلا در یک جامعه ای که یعنی الله متعال قابل تمثیل نیست که مثال بزنیم برای الله متعال، اما یعنی عموما یک انسانی، انسانهایی که قدرت بیشتری دارند، بالاتر هستند و سردست هستند، این انسانها میتونن انسانهای زیردست خودشون رو قسم بدهند، مجبور بکنند که قسم بخورند. مثلا قاضی حکم میکند فلانی باید قسم بخورد، یا یک فردی که در یک منطقه هست، عالمی هست، روحانی هست، یک نوع در واقع وجاهتی دارد و مردم اونو قبول دارند به خاطر شهرتش، افراد زیر دستشون مثلا قسم میدهد. چگونه انسان میتواند که الله متعال رو قسم بدهد؟ مگر الله متعال یعنی پیروی حرف من و شما هست که بگیم خدایا قسم بخور، یه تو رو قسم میدهیم به فلان بندگانش؟ این که به صورت کلی یعنی ناجایز و حرام هست. در هیچ موردی از آیات و احادیث و روایاتی که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله شده، این تعبیر رو ما نداریم که الله متعال را انسانی بتواند قسم بدهد. اما اگر یعنی مفهوم سوال این باشد که چرا الله متعال به بندگانش قسم میخورد و به مخلوقاتش سوگند میخورد و ما نمیتوانیم به مخلوقات الله متعال سوگند بخوریم، این یک حکم شرعی هست. الله متعال کارهایی که انجام میدهد، گفتار الله متعال، صفات الله متعال قابل مقایسه با انسان نیست. الله متعال مثلا متکبر هست و این یکی از در واقع صفات کمال الله متعال هست و کسی از انسانها نمیتواند ادعا بکند چون که الله متعال متکبر هست، قهار هست و جبار هست، پس بنابراین انسان هم باید مثل الله متعال باشه. هیچ گونه شباهتی در میان الله و انسان وجود نداره، بلکه این صفت در الله متعال صفت کمال هست و در انسان یک صفت در واقع نقص و عیب و ایراد هست. الله متعال قسم میخورد به مخلوقاتش، مانند این که به خورشید قسم خورده، به زمان قسم خورده و به ماه قسم خورده، یا به تین و زیتون و بقیه موارد قسم خورده. علت و فلسفه این که الله متعال میخواهد به یک چیزی قسم بخورد و این قسم را میخورد، علتش این است که الله متعال میخواهد که دید انسانها را و نگاه شما را جلب بکند به اون موارد. یعنی یک نوع تعظیمی هست، یک نوع تکریمی هست که الله متعال میخواهد که شما بیشتر در این موارد دقت بکنید و تدبر بکنید. و در روایت ما بسیار فراوان داریم که رسول الله صلی الله علیه سلام که مشرع هستند از جانب الله متعال، حکم قسم خوردن به غیر الله را برای ما بیان کرده و ما پیرو رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم. در زمان قبل از جاهلیت به همه چیز قسم می‌خوردند، به مردگان قسم می‌خوردند، به لات و عزی قسم می‌خوردند و به مخلوقات الله متعال قسم بسیار فراوان بود، به آبا و اجداد خودشون قسم می‌خوردند، به شرافت قسم می‌خوردند. اما زمانی که اسلام اومد، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که من کان حالفا یحلف بالله او لیصمد، اگر کسی واقعا مجبور هست که قسم بخورد، با نام الله تا به نام الله قسم بخورد و غیر از الله اگر نمیخواهد، یعنی حکمی را اگر میخواهد قسم بخورد، حتما باید به نام الله باشد و الا ساکت باشد، قسم نخورد. و این قسم خوردن به نام یک شخصی، این به معنی عظمت هست، یک نوع تعظیم و تکریم هست. مثلا وقتی که ما به نام الله متعال سوگند یاد میکنیم، به این خاطر هست که ما به طرف مقابل این اطمینان را بدهیم که به خاطر عظمتی که الله متعال دارد، که آفریدگار ما هست و این احترامی که در قلب ما دارد و این جایگاه خداوندی که دارد، من این قسم را میخورم تا طرف مطمئن بشود که من خلاف این کار را انجام نمیدهم. اما غیر از الله چه کسی این احترام را دارد؟ چه کسی این عظمت را دارد؟ قطعا کسی در اون حد و در اون مرحله نیست که ما بتوانیم به نام اون قسم بخوریم. پس بنابراین حکم شرعی در این مورد این است، قسم خوردن الله متعال به بندگان و مخلوقاتش قسم میخورد به خاطر تکریم اونها، به خاطر اظهار عظمت و بزرگی آنها. اما مسلمانان بنابر دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم مجاز نیستند که به نام غیر الله سوگند بخورند، فقط میتونن به نام الله باشه یا به صفات الله متعال باشه. حتی قسم خوردن مثلا به خانه کعبه، یا بعد در برخی از موارد مثلا میبینیم قسم به قرآن، قسم به قرآن اگر منظور از قرآن فقط این کاغذ باشه
کتاب باشه و این نوشته باشه، این قسم باسم جایز نیست. اما اگر قسم به قرآن که مثلا در برخی از موارد مردم میگه قسم به کلام الهی، در این صورت هیچ اشکالی نداره، زیر قرآن به اصطلاح کلام الله متعال است. اما قسم خوردن به این برگ و به اصطلاح خطوطی که هست، قسم خوردن حتی بین هم جایز نیست. قسم خوردن فقط به نام الله و صفات الله متعال جایز هست و غیر از این هر قسم دیگری به هر کسی دیگر باشد ناجایز و حرام. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.